اوج فاجعه بشری افغانستان را درست از زبان کسانی میتوان شنید که به فروش یکی از بهترین اعضای بدن تن دادند. اینان باشندگان روستاهای در ولسوالی انجیل هراتند که میگویند به علت فقر و تنگ دستی ناگزیر شدند گرده هایشان را در بدل پول ناچیز در بازار سیاه به فروش برسانند تا زنده بمانند. تو مجبور شی همه اولاد دادن که پیشتر هم شما خوش هست و امنیت خوب امنیت خوب گرفتم ها امنیت برقرار فقط کمک گیرونی هست. در میان این فروشندگان گرده ها زنان و کودکان نیز به چشم می خورند. نام تا خود ما خوده ای را بو بریم اونا دم شهر هر کس خرید مفروش یک چیزی بشم پرده ما بشه بیاریم کودکان بخوره. فروش گرده ها بیلت های فقر در بخشی از هرات سال پار نیز خبرساز شد. اما حالا که از وقوع بدترین بحران بشری در افغانستان هشدار داده می شود، رهبران و مقام های جهان این هشدار را جدی می دانند. گزارش ها نشان می دهد که چگونه افغانان برای تغذیه خود پس از تسلط طالبان به اقدامات ناامید کننده متوسل می شوند و این بسیار نگران کننده است. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی برداشتن تحریم ها را بر امارت اسلامی و نیز آزادسازی میلیاردها دلار دارایی های منجمد شده کشور را از بانک های جهانی در بهبود زندگی مردمان کشور اثرگذار می دانند. پول خونی در بازار کالاها های کالاها به شدت افزایش پیدا کرد و باعث شد که آسیب ترین قشر جامعه بیشتر آسیب ببیند. افغانستان سالهاست که یکی از نادرترین کشورهای جهان شناخته می شود. اما ظاهراً قطع نابهنگام کمکهای جهانی و از دست رفتن ده ها هزار شغل اقتصاد افغانستان به گونه بی‌پیشینه کوچک گردید.